عمدالله محب چیزی به نام مقاومت وجود ندارد. جواب دندان شکن رزاق مامون به عمدالله محب. اعلام موجودیت سربازان گمنام هزارستان. آمریکا برای هماهنگی خروج همکاران افغان خود نماینده جدید گماشت. و در پایان موقف تازه آمریکا، پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد نمی کنیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می کنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. رزاق مامون روی برگه وبلاگش نگاشته است: عمدالله محب نواسه ناخلف مولوی. پدر کلانت هم آب و هوای وطن ما را خوش نداشت. هم او میدانست و هم تو بدان که هم مقاومت وجود دارد و هم کس مفسد نیست. جنگ هزار بار بهتر از زیستن در سایه اسارت بیگانه بی تاریخ است. این آدم بی نسب و بی هویت و حرامزاده وطن را به یازنهای خود تسلیم کرد و ملت را در گرو پنجابی و خیبری داد. با غنی و کرزه وطن فروش و مادر فروش و فضلی مادر فروش و چهار تا دزدان و سارقان و خائن‌های بدتر از خود یک شد. حالا در بام بلند نشسته رنج و عذاب کشیدن ملت را مشاهده کرده و نسخه های باداران خود را بر علیه ملت پخش می کند. سوگند به خدا که طالب افغانستانی هزار بار با شرفتر از شما هاست. طالب علنی دشمنی خود را اعلام کرده و بر کشتار ملت ما کمر بسته و به محابا همه را دربند کرده. اما شما به وجدانهای ناموز فروش شرمی ندارید. شماهایی که همه دار و ندار مملکت را بلعیدید و همه ملک را ویران کردید و در یک ترفند از قبل برنامه ریزی شده ISI و CIA و سرویس استخباراتی انگلیسی و KGB روس و سازمان استخباراتی چین و ایران وطن را برای دزدان خیبر پختونخوا و قوم خودتان رها کردید. هنوز هم به مراد دلتان نرسیده اید. تاریخ وطن ما را بخوانید. وطن ما مهد بپاخیزی های ملی در پاییز های زندگی است. تو که از افغانستان نیستی و حرامزاده هستی، تاریخ ملت افغانستان را نمیدانی. اطمینان داشته باش که طالب افغانستانی واقعی دیر یا زود متوجه دسیسه های شما جواسیس و هویت فروشان می شوند و میله های تفنگ هایشان را در دفاع از سرزمین پدریشان که شماها آن را با آسانی فروختید به سوی پاکستانی ها نشانه می گیرند. بسیاری جوانان و مردان فریب خورده و مسلمان واقعی زودتر متوجه برنامه های شما می شود. ملت ما زندگی در بردگی و تحت اثر پنجابی و خیبری و نیروهای چند ملیتی بیگانه را هرگز نپذیرفته و نمیپذیرد. ثمره های مقاومت های ملی و هویتی را حتی در زمان غنی بادار خودت و نوکر استخبارات جهان دیدی که چگونه به زانو درآورده بودش. در فکر آن نباشید که طالب پاکستانی یا فوج پاکستان افغانستان را فتح کرده است. در فکر آن باشید که شما آنان را بالای سرزمین من حاکم ساختید. برای شماها غیرت و شهامت اصلا چیزی است که هیچ به آن باور ندارید، چون از افغانستان نیستید و غیرت و ناموس را با پول فروختید. آنانی که برای ادای سرزمین از دست رفته خود و تسلیم شده توسط شماها و پاکستانی میرزمن، فرزندان سرزمین مردخیز ما هستند و دیر یا زود با یاری خدا و نیروهای مقاومتشان در معرکه های آزادی خواهی و در آوردگاه های رزم آزادی سربلند و کامیاب می شوند. آنگاه شما سیارویان تاریخ یک بار دیگر سیاروی می شوید انشاءالله. حمدالله محب در یک گفتگوی خبری با شبکه BBC گفت چیزی به نام مقاومت وجود ندارد و همه مردم افغانستان از جنگ و خونریزی خسته شدند و کسانی که امنیت کشور را برهم و درهم میزنند یک ادم مفسدین و جاه‌طلب هستند که هرگز به مقصدشان نمیرسند. لر و برها چهره های پاکستانی خود را آهسته آهسته ظاهر میکند.
کاخ سفید کولهای منجمد شده افغانستان را آزاد نمی کنیم. کاخ سفید پس از پایان نشست گروه 20 اعلام کرد که ایالات متحده قصد ندارد موضع خود درباره دارایی های منجمد شده افغانستان در این کشور را تغییر دهد. جن ساکن سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده قصد ندارد به طالبان امکان دسترسی به میلیاردها دلار منجمد شده افغانستان را بدهد. او در این حال تاکید کرد که واشنگتن به بزرگترین اهدا کننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تبدیل شده و قصد دارد در این راستا به کار خود ادامه دهد. به گفته خانم ساکی هر تصمیمی در ارتباط با حکومت آینده افغانستان و آزادسازی ذخایر از این کشور بستگی به رفتار طالبان دارد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکا بیش از 9 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت افغانستان را در بانک‌های خود مسدود کرد. دولت طالبان همواره خواستار آزادسازی این دارایی‌ها از سوی آمریکا شده، اما این خواسته‌ها تاکنون پذیرفته نشده است. سربازان گمنام هزارستان اعلام موجودیت کرد. جبهه سربازان گمنام هزارستان طالب و داعش یکی است. با گزارش سپاتنیک، آماج به نوار تصویری جریان مسلح زیر نام جبهه سربازان گمنام هزارستان دست یافته است. سخنگوی این جبهه میگوید که طالب و داعش یکی است و برای دفاع از حق و استادگی در برابر ظلم آماده مبارزه در نقاط مختلف هزارجاتند. پیش از این در انفجار در کندوز که همه آنها شیعان بودند بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. آمریکا برای هماهنگی خروج همکاران افغان خود نماینده جدید گماشت. 8 صبح کابل وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که برای هماهنگی روند خروج همکارانشان از افغانستان و نیز اسکان مجدد آنان در آمریکا نماینده جدید گماشته است. در اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه 20 میزان نشر شد، آمده است که الیزابت جونز به عنوان هماهنگ کننده جدید روند انتقال همکاران افغان آمریکا به عوض جان بس سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و هماهنگ کننده پیشین روند انتقال آمریکایی ها از افغانستان تعیین شده است. طبق اعلام این وزارت، الیزابت جونز به عنوان هماهنگ کننده جدید نظارت کامل از تلاش‌ها برای خروج همکاران افغان آمریکا بر عهده خواهد داشت. جونز پیش از این به عنوان افسر خدمات خارجی در کابل و معاون نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان کار کرده است و مدت هم سفیر آمریکا در قزاقستان بوده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.